فرشته های من به کانال من خوش اومدین. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و آماده باشین ویدیو امروز رو ببینین. ویدیو امروز جواب یک سوال هست: آیا ماساژ مو باعث پرپر شدن موها میشه؟ در این مورد مفصل باهاتون صحبت میکنم. رو شروع کنم عزیزان، یادتون نره که اگه از بینندگان جدید هستین حتما سابسکرایب کنین تا بتونین ویدیوهای جدید رو ببینین و اون زنگوله رو هم بزنین. و دیگه اینکه عزیزانی که در اینستاگرام هستن، خوشحال میشم که اگه ویدیو رو میبینن بین دوستاشون شیر کنن، تا کسانی که به سوالی داشتن و نیاز به جواب داشتن و یا میخواستن اطلاعاتشون بیشتر بشه در جریان قرار بگیرن. خب میریم سر موضوع اصلی. قبل از اینکه بخوام ویدیو رو شروع کنم، میخواستم این دستگاه ویژه رو بهتون معرفی کنم. یه حالت براش هستش، برس برقی نیستش و برای ماساژ پوست سر هست و با اینکه حالت دونه های این شاخه های تیزی داره، ولی کاملا ببینید نرم هستش و هیچ زخمی رو در پوست سر ایجاد نمیکنه و خیلی احساس ریلکس شدن رو به آدم میده. من این رو از مارک تروپیک خریدم عزیزان، فقط خواستم بهتون نشون بدم هیچ لزومی به خریدن همچین محصولی وجود نداره. شما میتونید ماساژ پوست سرتون رو با انگشتانتون هم انجام بدید. ماساژ پوست سر باعث پرپر شدن میشه؟ آیا موهای جدید در میاد؟ اگه بخوام جواب رو کامل بدم، نه، ولی خیلی مزایا داره. اول در موردی میخوام صحبت کنم که عزیزانی که خیلی استرس دارن، حالا به دلایلی در شرایط خاصی زندگی میکنن که استرس دارن، این خیلی تاثیر میذاره در سطح سلول های پوست سر و باعث ریزش مو میشه و بهترین کار در این زمان ماساژ سر هستش، چون علاوه بر این که باعث میشه که حالت ریلکس پیدا کنین و یه حالت آرامش بخش رو واسهتون داره، یک اثر خیلی مفید هم داره. این که باعث میشه جریان خون در سطح پوست سر زیاد بشه، کمک میکنه که در از تغذیه سلولهای پوستی بیشتر بشه و این کمک میکنه به فولیکول مو و اینکه باعث میشه مو زخامتش بیشتر بشه. خب خانم ها بعد از یک مرحله از برهی از زندگیشون در از کم کم موهاشون علاوه بر اینکه کم پشتر میشه، اون زخامت اولیه که انتظار داره رو نداره. خب اون اول تحت تاثیر هورمون ها هستش، ولی دلیل دیگرش که میتونیم کمک کنه به شماها همین مسئله ماساژ هست که به مرور باعث میشه که موهای شما زخامت بیشتر پیدا کنه و میتونین از این روش استفاده کنین. اما در کنارش میتونین از روغن رزماری هم استفاده کنین، چون روغن رزماری باعث مقاومت ببخشید مقاومت ریشه مو بشه و باعث میشه که کمتر در حالی که زمانی که میخوایم موهامون رو برس بزنیم یا شونه کنیم، این مو مقاومت بیشتری داره در مقابل کنده شدن در اصل. ولی به یک تست هم بهتون یاد میدم عزیزان، برای اینکه بدونین که آیا موهاتون در اصل ریزش داره یا نه. 4 انگشت دستتون رو توی پوست سرتون فرو کنین و بعد یک حالت فشار بکشین. اگر در بین انگشتان مال من نداشت چون ما دارم تعمیر میکنم، اگر بین انگشتان دست شما بیشتر در هر دست بیشتر از 5 تار مو رو دیدین، این نشان دهنده این هست که شما ریزش مو دارین. پس این روش هم میتونه خیلی کمک کننده باشه. جای عزیزانی که خواستن از این محصول داشته باشن، به شکل‌های مختلف با نام‌های مختلف با نام کمپانی‌های مختلف در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های لوازم آرایشی هستش. میتونن برای خودشون بخرن و موهاشون رو با این ماساژ بدن. تا
دانشمندان بیوتی اومدن یه سری تحقیقات انجام دادن روی 9 آقا که این آقایون در 24 هفته روزی 4 دقیقه موهای خودشون رو ماساژ دادن و بعد از این 4 هفته نتایجی که دیده شده خیلی جالب بوده و اون هم به خاطر اینه که باعث شده موهای اونها ضخامت بیشتری پیدا کنه و اون حالت نازکی رو نداشته باشه. این هم تحقیقاتی بوده که انجام شده و نتیجه داده. خب خانم ها به چقدر خوبه که این کار رو انجام بدن و مطمئنا نتایج خوبی به دست میارن. این هم در مورد ویدیوی امروز عزیزان در موردش صحبت کردم، امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه. کوتاه بود، خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین و همینطور دوستان لایک یادتون نره و هر سوالی که داشتین میتونین مطرح کنین و من در اسرع وقت به همه اونها جواب میدم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.